اینجا درست مولانا داره میاد عرفان عشقی رو در اوج خودش بر مطرح میکنه. میگه ببین تو دیدی دنبال، فرض کنی دنبال زن میگردی، میخوای ازدواج کنی، دنبال یکی میگردی عاشقش بشی، دنبال یک دوست دختر میگردی، هرچی اسمشه، دوست پسر میگردی، هرچی. در یک شرایطی به طور اتفاقی یه آدمی که مورد نظرته تا چشم تو چشمش میخوره محوش میشی، سر راد قرار میگیره. تو به انواع و اقسام لطایف الهیل میخوای اینو نگه داری، میخوای یه جوری با این سر صحبتو باز کنی، میخوای یه جوری اینو مثلا برسونی به جایی که به شام دعوتش کنی و یا چیزایی دیگه، درسته؟ اون موقعی که حالا این فردم اومده عجله داره، اصلا متوجه نگاه های تو نیست، اون چیزی رو که میخواد حالا اومده ازت خرید کنه، یه جایی کار اداری داره، یه تو خیاب یه جوری میخواد بره، پدرش مطلب، مدرسه‌اش عقب مونده، امتحانش عقب مونده، این اصلا متوجه اون عشقی که در تو هست نیست و متوجه این نیست که این تصادف، این اتفاق چجور اینو گذاشته سر راه تو، این قفلت اینو گذاشته سر راه تو. و بعد متوجه میشه که همین این که تو این رو معطل میکردی کشیده شد به ازدواج و یک زندگی حالا چه میدونم 50 ساله بعد با تو. از راه‌های پنهان شکار شد. اینجا مولانا مطرح میکنه که ما، یعنی عرفایی که مثل مولانا هستن، رابطه عاشقانه و رازآلودی رو که با خدا ایجاد میکنیم شبیه همین موضوعه. دقیقاً ما داریم ارتباطی رو برقرار میکنیم با خدا که خدا یا حالا منبع هستی، هر چی میخوایم، باز تو واژه ها نگاه نکنید، واقعا دیگه اینقدر خدا رو به جاهایی کشوندیم که آدم اصلا نمیخواد اسم خدا رو به زبون بیاره، اینقدر با این لفظ بازی کردیم. ما به حقیقت هستی برسیم، میبینی داری یه جوری میکشونتت، تو متوجه نیست، شد تو تمام حواست رو اون بازیچه‌اته، اصلا نمیدونی که چه اتفاقی داره میفته. اون وقت از اینجا مطرح میکنه که زمانی که تو به اون عظمت از این قفلت، از این نادانی و جهل میایی بیرون، وقت تازه میفهمی کی عاشق بوده، کی تو رو میخواسته، داره صدا داشته صدات میکرده، تو متوجه نبودی.